گزارشاتی رو از استان قوم داشتیم و شهر قوم که مشکوک بودن به آنفلانزا همکاران ما تست کردن موارد متعددی رو تایید کردن که است پروتکل های سازمان جهانی بهداشت اینو میگه که اگر فرد به جای آلوده به ویروس که بیشتر کشور چین بود سفر کرده یا مواردی که تماس مستقیم و مثبت و مؤثر و اثبات شده با افراد آلوده داشتن اینها رو ما طبق پروتکل ویروس کرونا باید برخورد میکردیم خب مواردی که در قوم بودند و گزارش که از همکاران ما گرفتیم هیچ کدام از اینها به هیچ کشور آلوده سفر نکرده بودند و طبق گزارشات خودشون و باور خودشون با افراد آلوده هم تماس نداشتند به همین دلیل همکاران ما اینها رو تو پروتکل ابتلاع به کرونا تلقی نکرده بودن دو سه روز اول خب موارد رو که همکاران ستادی ما دیدند و تابلو بیک تا از بیماران رو به شدت معتقد بودن که بعد از ذره کرونا بررسی بشه این بررسی ها رو شروع کردن در دو موردی که متاسفانه در قوم فوت کردند و مثبت هم شد نمونه برداری ها انجام شده بود و اینها به شدت رفتن به سمت دیسترس و نارسایی تنفسی و سینه پهلوی دو طرفه یا پنومونی بایلترال و متاسفانه فوت کردن از اونجا تیم ما بلافاصله مستقر شد و کار گستردی رو شروع کرد موارد جدیدی رو با اطلاع رسانی به مردم مراجعه کردن. و موارد بررسی شده خب بر حال تعدادی مثبت جدید تو اینها اعلام شد. همزمان ما متوجه شدیم که بعضی از اینها که تماس داشتن از شهر قوم به شهرهای دیگه آمدند برای مثال یک مورد آلودگی ما در شهر عراق پیدا کردیم که باز طبیب همکار ما بود که از قوم به اونجا رفته بود خوشبختانه علا رغم حال سنگینی که داشت دیروز امروز به مراتب رو به بهبودی رفته و در خارش الحمدلله تثبیت و خوب میشه هشت مورد در عراق باز نمونه برداری کردیم منفی بود ما جمعا دویست و حدودا هشتاد و پنج مورد رو که مشکوک بودیم نمونه برداری کردیم که از اینها حدود هیچده مورد مثبت شد در کل و چهار مورد هم ما فوت داشتیم و تعدادی هم که مرتب داره بررسی میشه که موارد جدید رو ما هر روز بین ساعت دوازده تا یک خدمت عزیزان روز اعلام میکنیم و مواردی که روز قبل بوده نیمه بعد از ظهر و شب و نیمه صبحگاه هر روز رو ما تجمیعی خدمت مردم عزیزمون اعلام میکنیم